به نام خداوند و بخشنده و مهربان، درود و سلام هموطنان عزیز گرامی قدر. میخواستم چند نکته را در مورد بازداشت مادری 71 ساله هم در ناحیه فرخار از جانب کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همزمان بازداشت خودسرانه مادر و پدر و نزدیکان قهرمانان تاجیک روزهای 28 و 29 در مقابل رحمانوف استادگری کردند و مبارزه بردند و رحمانوف را در شهر برلین شرمندوار به تاجیکستان گسیل کرده، چند نکته را بیان می‌دارم. پیش از همه، همه این افرادی که در برلین مقاومت کردند از سن 18 گذشته اند و برای کردار و عملکرد آنها پدر، مادر و نزدیکانشان جوابگر نیستند. عملکرد حکومت و رژیم رحمانوف به مثل عمل کردی یک سازمان تروریستی، یک سازمان جنایتکار با رهبری امام علی رحمانوف عمل میکند. این عمل کردی شما نه در دایره چارچوبه قانون و سندهای میرحقی جوابگو است، نه در دایره آداب و اخلاق انسانی و آداب و اخلاق تاجیکانه. این عمل کردی شما عمل کردهای چنگیز، منغی، مغول ها را نشان میدهد که شما تا کجا، تا کدام اندازه نبیرگان آنها هستید و خوب و خصلت آنها را با خود گرفته اید و با عین انا همون عملکردهای چنگیزی ها که تاجیک و تاجیکستانی را میکشتند، تاجیک را نیست میکردند، اذیت میدادند، شما به مثل انا همون ها هستید و این عملکردی رژیم رحمانوف یک عملی جنایی است و افراد و اشخاصی که در این کارها دست دارند بدانید که شما هم عملهای غیر اخلاقی را انجام میدید و هم عملهای جنایتکاری را. و دوما، پیشوایتان قدرت یک تخم را ندارد و تحمل یک تخم را ندارد. شما قدرت یک تخم را ندارید، کجا دعوای دولت و دولتداری میکنید؟ شما اینقدر ضعیف هستید که در مقابل یک تخم استادگری نمیتوانید. شما اینقدر ضعیف هستید که یک تخم آبروی پیشوای شما را به صفر برابر میکند، یک تخم شرمندوار میکند، پیشوای شما را سرخم و سرسان با اشکها از برلین به تاجیکستان میآید، با صد قهر و غضب به تاجیکستان می آید و برای شما فرمان می دهد که قصدی آنهایی که در مقابل رحمانوف با تخم برآمدند و تخم باران کردند رحمانوف را از پدر و مادرانشان گیرید. این ضعیفی شما نیست؟ این ناتوانی شما نیست مگر؟ یعنی ملت و مردم تاجیک باید بداند که رحمانوف قیمتش، قدرتش یک تخم است. اینها قوت قدرت ندارند. همه عمل و کارکردهای مقامات و امنیتی تاجیکستان برابر است با یک تخم. قدرت شما چه تخم نازک است، قدرت شما به مثل ان همین تخم نازک است، قدرت شما به همین تخم برین میشکند. یعنی شما قدرت پولادی ندارید، قدرت دائمی ندارید. این عمل کردی شما از آن گواه می دهد که شما در ازارهایتان ترک کرده اید. رحمانوف در ازارش از برلین ترک کرده به تاجیکستان یک سمیلات کلان را بوی گرفته برگشت آمد. یعنی قدرت و توانمندی یک پیشوایی که در نزدش شعر و سرود و ترانه می خوانید این است. قدرت یک تخم را ندارید و می روید به مادرها، به خانواده ها، یعنی تحصیل می خواهید برسانید. یعنی شما می خواهید که به دیگر مردم پیام برسانید که ما قدرت داریم، ما چند مادر را برده اذیت می دیم، ما قدرت داریم. یعنی شما می خواهید که ترس را، ترس آن یک محک یا یک اینسترومنتی هست که شما
از طریق آن مردم را اداره می کنید، می خواهید ترس را در دل مردم جا کنید و از طریق ترس ملت تاجیک را اداره کنید. یعنی هدفی مقصدی ما یک مادر را برده اذیت دادن، یک مادر را برده زندانی کردن به خاطر سخنرانی فرزندش که حقیقت و حقایق را میگوید و در مقابل رژیم رحمان سخن میگوید. یعنی شما این را میخواهید بگوید که مردم، اگر شما هم به مثل دیگران به رحمان تخم زنید، ما میریم مادرتان را بازداشت میکنیم، مادرت رو اذیت میدیم، پدرت رو اذیت میدیم. یعنی شما ترس دادنی هستید. هدف این کارهای شما ترس دادن مردم است و ترس هم حد و حدودی دارد، مقداری دارد و ملت تاجیک نمیتواند دیگر بیشتر از این صبر و تحمل داشته باشد. صبر و تحمل داشته باشد که یک خانواده چنگیزی، یک اهل بیت چنگیزی و مغول ها این ملت را به این حال و روز برسانند. شما قدرتی تحمل یک تخم را در پیشانی رحمانوف ندارید. چگونه این ملت 2.5 میلیون تحت شته، تحت زورآوری شکنجه روس می رود، برای خانواده اش نان کار میکند که خانوادهش از گرسنگی نمیرد و نصف نان آن را باز شما از طریق بلیتتان، از طریق بانکهایتان، از طریق اندازهایتان نیم نان آنها را شما کنده میگیرید. ببینید شما چقدر ظلمکار هستید، شما ببینید چقدر اذیت میتید برای ملت. ولی اما شما قدرت یک تخم ملت را که در پیشانه رحمان رخ میزند شما این را ندارید. تمام دوشنبه امروز تاجیکستان امروز در باره تخم صحبت میکند. به خاطر چی؟ شما چنان پیشوا را برآوردید که گویا پیشوا دست نارس است. اما بچه های گروه 24 نشان دادند که همین یک تخم قدرت پیشوا است و قدرت پیشوا هم به مثل انا همین تخمی هست که نازک است، شکسته میشود. هیچ کس، هیچ چیز در برابر قدرت مردم شما قدرت ندارید و باید پیشوا درک کند که دیگر وقت و زمان زورگویی نیست. جوانای هستند با غیرتی هستند که در مقابل ماشین دویدن، در مقابل ماشین دویدن. قهر و غضب ملت وقتی برمیخیزد شما بدانید که چگونه می شود. اون یک نفری که حمله کرد به بچه های گروه 24 و در نتیجه دیدن که چگونه شد حالش. وقتی که شما حمله می کنید به ملت و حال و روزتان می دانید چی می شود. چون ملت خیلی غضب‌آلود است. ملت را شما به چنان آوردید، به چنان روزی سختی آوردید که ملت دیگر در مقابلتان در همه کار قادر است. ملت از شما خسته شده است رحمانوف. و من در اینجا یک چیز را بسیار خوب مشاهده کردم. بسیار از مخالفینی در منطقه بودگی، مخالفینی تاجیک خیلی قوی هستند، خیلی باهم هستند، خیلی در مبارزه میبرند. واقعا من احسن میگم برای هر یک مبارزی که در این راه بر آمدن، هم از پیمان ملی، هم از گروه 24، هم افرادی که راه طولانی را طی کرده آمدن در این گردهمایی شرکت ورزیدن و مقاومت کردن در مقابل این نظام، برای هر کی آنها تشکر میگم. و این حرکت و این مسئله نشان داد که رحمانوف چقدر ضعیف و ناتوان است. برای حکومت داران، برای آنهایی که یک کمی میخواهید که عقل و فراست خودتون رو گم نکنید، رحمانوف شما را به این عمل، به جنایتکاری تیله میدهد و شما دست به جنایت ها نزنید. این رژیم رحمانوف یک رژیم تروریستی است، یک رژیم جنایتکار است. تمام عملکردهای شما را میدانم، تمام عملکردهای ساخته و تروریستی شما را من میدانم و در روزهای نزدیک
از آن عمل کردی که تروریستی که شما ساخته کردید در لوی مرز، من تمام معلومات ها را دارم و روزهای نزدیک آماده باشید که با فکت و دلیل من آنها را میگویم که برای چی اینها را کردید و برای چی این عملهای تروریستی را انجام دادید که رحمانوف در دیگر جاها از تروریسم سخن گوید. من اینها را برای تا نقطه به نقطه میگویم. مبارزان عزیز، از این کارها خسته نشوید. امروز پدر و مادر شما را بردن و من باور دارم که شما باعث میشوید که هزاران و میلیون ها ملت تاجیک از عذاب رژیم رحمانوف آزاد شود. آزادی برای آزادی به زندانیان سیاسی، آزادی به ملت تاجیک، آزادی به خبرنگاران، آزادی به تمام آنهایی که امروز غیر قانونی در زندان رحمانوف نشستند. زنده باد تاجیکستان، زنده باد تاجیکستان آزاد بدون رژیم رحمانوف. خدا یار و مدد کند.